اخبار رسیده از شهر دهلی در کشور هند حاکی از آن است که جمع زیادی از شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قصد داشتند روز گذشته هشتم شوال در سال روز تخریب حرم ائمه بقی علیهم السلام مقابل سفارت عربستان سعودی در این شهر تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کنند. اما گفته می شود به دلیل انتشار ویروس کرونا و احتمال افزایش مبتلایان در این کشور، دولت هند با برگزاری هر گونه تجمعی مخالفت می کند، لذا مجوز برگزاری تجمع اعتراضی شیعیان نیز توسط وزارت کشور هند صادر نشد. از آنجا که بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزله تخریب بقی را بزرگترین منکرات روزگار دانستند، لغو تجمع اعتراضی باعث نشد شیعیان هند در روز جهانی بقی نسبت به این مسئله مهم بی تفاوت باشند. به گزارش خبرنگار افتخاری اخبار شیعه در دهلی، گروهی از شیعیان به دفتر سازمان ملل متحد در دهلی رفته و نامه‌ای رسمی که در آن درخواست بازسازی بقی به امضای جمع کثیری از شیعیان رسیده بود را برای پیگیری این مهم به نماینده سازمان ملل در هند تحویل دادند. شیعیان هند همچنین اعلام کردند منتظر خواهند ماند تا وضعیت حاد کرونایی در هند بهبود یابد و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان در دهلی و دیگر فعالیت‌های مشابه را در دستور کار خود قرار خواهند داد. در همین راستا گفتگوی کوتاهی با سرکار خانم دکتر آل‌طه شوکت پروفسور در دانشگاه دهلی داشتیم و از ایشان درباره جزئیات نامه‌ای که تحویل نماینده سازمان ملل در دهلی شد سوال کردیم که وی در پاسخ گفت: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 8 شوال is an extremely painful day for all Muslim community. On this day in the year 1925, Ahle Saud granted permission to destroy mazar of Rasul Khuda's daughter Bibi Fatima Salamullah Alaiha. Both Sunni and Shia protest against the destruction and rallies are held annually. The day is regarded as Yom-e-Gham. This year, on 10th May 2022, we have documented a memorandum demanding to rebuild the Rauza of Shahzadi Salamullah Alaiha and shared it with Government of India, as well as a copy has also been shared with the Government of Saudi, Saudi Arabia Embassy and UNO office. We want to spread this message as much as possible so that this matter can be escalated and we can see the reconstruction of our Bibi's Azim Rauza, inshallah.